رله چیه و چطور کار میکنه؟ امروز قراره که رله ها رو مورد بررسی قرار بدیم و یک مدار ساده رو توسط رله ها بسازیم. پیش از هر چیز عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدام، چون بعد جور سرما خوردم و ضبط گرفتن برام خیلی سخت بود، اما نخواستم ویدیوی این هفته از دست بره. اما رله چی هست؟ رله در واقع مثل یک کلید برقی خودکار عمل میکنه، یعنی با دریافت یک ولتاژ کاری مشخص جریان رو قطع یا وصل میکنه، بدون اینکه نیاز باشه خودمون کلید رو بزنیم. درون رله ها یک سیمپیچ وجود داره که وقتی بهشون جریان دی سی یعنی جریان مستقیم بدیم خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه. همین رو در ویدیوی مربوط به سلف چیست رو کامل توضیح دادم، لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا میتونید در انتهای ویدیو ببینیدش. وقتی سیمپیچ رله مغناطیسی میشه، اهرم فلزی یا تیغه بالای اون به سمت میدان مغناطیسی کشیده میشه و در نتیجه رله کلیک میکنه و مدار ما رو وصل یا قطع میکنه. برای مثال ما میتونیم با یه رله 5 ولتی دی سی یک لامپ 220 ولت ای سی رو کنترل کنیم، یعنی روشن یا خاموشش کنیم بدون اینکه خودمون با برق شهری درگیر بشیم. تا یادم نرفته لطفاً این ویدیو رو لایک کن، نظرت رو در کامنت ها برامون بذار و خیلی خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید، چون کلی انیمیشن علمی در راه داریم. انواع رله از نظر نوع ولتاژ. رله ها معمولاً به دو نوع اصلی تقسیم میشن. یک، رله هایی که با جریان AC متناوب کار میکنن و رله هایی که با جریان DC مستقیم کار میکنن. در خصوص تفاوت جریان AC و DC هم یک انیمیشن داریم که لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای این ویدیو میتونید ببینیدش. وقتی به یه رله DC ولتاژ مناسبی بدیم، سیمپیچ اون خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه و تیغه فلزی رو به سمت خودش میکشه. اما اگر اشتباهی بهش جریان AC بدیم، چون جهت جریان مرتب تغییر میکنه، مثلا 50 بار در ثانیه توی برق ایران، میدان مغناطیسی هم سریع عوض میشه. در نتیجه تیغه رله شروع به لرزش های خیلی شدید میکنه و صدایی در حد یک ماشین اصلاح تولید میکنه. اما جایگاه رله ها در مدار معمولاً بین بخش کنترل و بخش قدرت قرار میگیرن. برای مثال وقتی از یک ترمیستور استفاده میکنیم، این قطعه ها فقط فرمان میدن، اما خود رله اون فرمان رو تبدیل به عمل میکنه، یعنی برق رو قطع یا وصل میکنه. برای مثال اگر بخوایم یک مقاومت نوری LDR رو به یک رله وصل کنیم که وقتی اون مقاومت نوری LDR نوری رو دریافت کنه، به رله فرمان بده و رله جریان رو قطع یا وصل بکنه. با استفاده از یک باتری 5 ولتی، یک ماژول رله 5 ولتی تک کاناله و یک مقاومت نوری LDR میتونیم این کار رو به سادگی بسازیم. اما این مدار خیلی ساده است و بهتر هست که یک مقاومت 10 کیلو اوهمی هم به صورت سری وصل بشه، اما فعلا در حد یک تست و کاملا میخوایم ساده و قابل فهم. قطب مثبت باتری رو به پایه VCC ماژول رله وصل میکنیم و قطب منفی باتری رو به GND. در اینجا یک پایه دیگه هم هست که IN یا این هست که توسط همون جریان منفی اگه بهش وصل بشه رله ما روشن میشه. اما ما میایم با استفاده از همون مقاومت نوری LDR بین قطب منفی باتری و پایه این قرار میدیم. وقتی یک نور رو به اون مقاومت نوری بتابونیم، رله ما روشن میشه. در اینجا میبینید که با استفاده از یک مقاومت نوری به سادگی تونستیم یک کلید خاموش و روشن کاملا خودکار بسازیم. حالا کاربرد رله ها در وسایل مختلف. رله ها تقریبا در تمام دستگاه های کنترل وجود دارند. چند مثال ساده. توی یخچال برای خاموش و روشن کردن کمپرسور. توی ماشین ها برای کنترل فن رادیاتور، چراغ ها و یا پمپ بنزین. در ماشین لباسشویی برای سویچ بین موتورهای مختلف یا شیر برقی. توی سیستم های حفاظتی هم برای قطع سریع برق در مواقع خطر یا جریان های بیش از حد. در واقع هر جا که ما نیاز به یک کلید خودکار، ایمن و سریع داشته باشیم، رله نقش اصلی رو بازی میکنه. اگر این ویدیو برات مفید بود، حتما کانال هوک رو داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.